خدا کسی را مهمان کنه چقدر عزیز میگرداند. الله وقتی یک بندر مهمان بکنه او خیلی عزیز خود میگرداند، مقرب میسازد. در حدیث وارد شده که حضرت موسی به پروردگار عالم میگه خدایا اون انسانی که آخرین لحظه از جهنم تو نجات پیدا میکند و وارد بهشت میشود چگونه انسانی است؟ آخرین انسانی که وارد بهشت میشود کیست؟ آخرین انسان. الله به موسی میگه یک فردی است، وقتی او را از جهنم نجات میدم روی خود را به جهنم میکند، میگه من حمد خدا را به جا میارم که خدا از تو مرا نجات داد. بعد به الله عرض میکند خدایا کجا برم؟ کجا برم؟ میگه برو داخل بهشت. وقتی بنده پا میگذاره داخل بهشت میبینه که جایی برای انسان در بهشت وجود ندارد، فکر میکنه بهشت پره، پس بیرون میشود میگه خدایا بهشت که پر شده جایی برای من نیست. الله میگه بنده من آیا به اندازی پادشاهی بزرگترین پادشاهی دنیا میخواهی برای تو بدم؟ بنده میگه خدایا تو رب العالمینی، مرا مسخره میکنی؟ چقدر انسان عزیز خدا میشود، چقدر انسان با خدای خود ارتباط برقرار میکند. این گفتگوی خودمانی را بنگرید که بنده به خدا میگه خدایا مرا مسخره میکنی؟ خدا با بندگانش این گونه خودمان می شود که بنده در برابر پادشاهی بزرگ استاده می شود میگه خدایا مرا مسخره می کنی؟ بهشت جایی برای من نیست، تو میگی به اندازی پادشاهی بزرگترین پادشاهی دنیا می دهم. الله میگه دو برابر. بنده تعجب می کند. الله میگه سه برابر. الله میگه چهار برابر. بنده میگه خدایا راضی شدم. الله میگه ده برابر. برو در بهش ده برابر پادشاهی دنیا برای توست. خدایی بندگانم عاشق توی هن که میگرین. خدایا همه این جمع را به بهشت برسان. خدایا این بهشت تو چقدر زیباست. خدا بنده نوازی می کند. این خداست رب العزت و الجلال، اینقدر بندگان خود را نوازش می ده. این بهشت، این پروردگار که چنین عزت برای بهشتیان میده. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. وقت بندگان خدا وارد بهشت میشوند، يحلون فيها من أساور، چوری های من ذهب و لؤلؤ طلایی به دست بندگان بهشتی میشوند. و لباسهم فيها حرير، لباس ابریشمی به تن بندگان خدا می شود.
بد پروردگار عالم گفتنش خیلی سخته، میفرمایه که در این حالت و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله خودش بندگان خود را شراب می نشاند. این خیلی زیباست. خدایا ساقی ما هستی، خدا خودش می آید. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله شراب طهور می نشاند بندگانش را. خدا 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 پروردگار عالم، خدا ملک الملوک، خدایا تو شراب می نشانی ما بندگانت را، شراب طهورا، شراب پاک، شراب بهشتی. الله میگه من با دستانم شما را می نشانم. این الله رب العزت و الجلال، عزیزان من، که ما را نوید می بخشد، همه ما و شما را پروردگار عالم امید می بخشد. اجمعا صلوات بلند. و بالاتر از همه جنت الفردوس پروردگار. پیامبر می فرماین وقتی از الله تقاضا می کنید خدایا بهشت، جنت الفردوس را تقاضا بکنید. این جنت الفردوس کجاست؟ پیامبر می فرماین و اعلی الجنه، بالاترین بهشت جنت الفردوس، و فوقه عرش الرحمن، سقف این بهشت فردوس عرش خدایه. خدایا چی می شود آن روزی که در بهشت و در جنت الفردوس قرار بگیریم، سر خود را بالا بکنیم، سقف خانه ما عرش تو باشد. سقف خانه ما عرش تو باشد ای الله. خدایا این خیلی زیباست، در بهش در کنار پیامبرت باشیم، سر بالا بکنیم، عرش تو را ببینیم. و بالاتر از خود بهشت، بالاتر از جنت الفردوس، زمان است که رب العزت پردر بر می دارد و بندگان خدا رب خدا را مشاهده می کنند، رب العزت و الجلال را تماشا می کنند. با دیدار خدا بهش فراموش می شود. وجوه یوم اذ ناظره، روحا تر و تازه و تابانه، الى ربها ناظره، الله خدا را تماشا می کند، پروردگار خدا را می بیند. در بهشتی الله، در مهمان سرای خدا، الله من و تر مهمان می کند تا پرده را بردارد، جمال خدا را برای بندگانش نشان بدهد. من و شما به چنین روزی ایمان داریم و باور داریم و عقیده داریم. عزیزان، نباید در دنیا امراض، مسایب، بلاها من و شما را از پا در آورد. ما باید خوش باشیم به فضل رحمت پروردگار عالم. خدا خودش آماده می کند این بهشت را برای من و تو. به این بهشت باید خیلی خوش باشیم. خوش باشیم اون لحظه‌ای که رب العزت پردر بر می دارد، میگه بندگان رب العالمین را مشاهده بکنید. خدایی که مالک بهشته، الله میگه مر مشاهده بکنید. با دیدار خدا همه چیز فراموش می شود. شراب بهشت، میوه های بهشت، حوران بهشت، فقط بندگان مبهوت می شوند به دیدار رب العزت و الجلال. خدایی که زیباست، خدایی که دارای جمال، خدایی که دارای کمال، بندگان خدا خدای با جمال و با کمال خدا رو میبینه، بوی بهش میوزد،
زمان انسان میخواهد داخل بهش بره، قلبش باید یک بهش باشه. و امروز قلب ما و شما بهشت دل شده و بوی بهش میوزد. به این بهشت رب العزت امید داشته باشیم، خوش باشیم که پروردگار عالم بندگان خود را در بهشت نوازش میده.